در ادامه برنامه همراه هستیم با دکتر سعید فردوسی برای بررسی موضوع ساخت واکسن کرونا توسط رژیم. دکتر فردوسی با سلام. من هم به شما سلام عرض میکنم. از دعوتتون خیلی ممنونم. به تمامی هموطنانم هم سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم. بفرمایید. خیلی ممنون. رژیم صحبت از انجام فاز اول تست انسانی واکسن ساخت داخلی کرونا با 56 نفر کرده. در مورد این موضوع اگه بشه برامون یکم توضیح بدیم. قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم اجازه بدید یه مقدار برگردم به عقب، خیلی کوتاه و مختصر توضیح میدم. خانم دکتری هست به نام خانم دکتر مهرز که هم از اون روز اول عضو ستاد مبارزه با کرونا بوده، الان هم اینطور که تو روزنامه ها نوشته میشه، چون پروتکلی چیزی بیرون نمیدن که آدم بدونه چه فلسفه ای هست، چه کاری دارن میکنن. ایشون مدیر مسئول تهیه واکسن کرونا شده. بعد خودشون هم گاه گداری یه چیزی ازشون درس پیدا میکنه. مثلا اینا اومدن این سیستم رو پیاده کردن که اومدن سیستم شوروی رو گرفتن و اینکه اصلا سیستمایی هست در ساختن چیز که خیلی مهمن. آدم حالا من از اینا همه صرف نظر میکنم، مثلا خیلی از پزشکا، خیلی از دکترهای بیولوژی و دکترهای شیمی و دکترهای بیوشیمی، اینا همه با هم دست میدن به که بتونن یک واکسن تهیه بکنن. اینا اومدن سیستمی رو در کار گرفتن که شوروی گرفته بود، میان از اون ژنی که توی این ویروس هست یه کپی برمی‌دارن میکننش توی یه ویروس ضعیف شده دیگه، میزننش بعد واکسنش میکنن، میزننش به مردم، که این عوارض جانبیش خیلی زیاده. الان البته میشه این کارو کرد، رد نشده، ولی کسی، هیچ کشوری در دنیا دیگه از این سیستم استفاده نمیکنه، بلکه اینا میان یک سیستم درست میکنن به این شکل، یک پروتئینای خیلی کوچیکی توی اینا هست به نام اسپایک پروتئین، من نمیدونم فارسیش چی میشه، ببخشید اینا رو دیگه نمیتونم ترجمه کنم، اینا رو برم دارن ازش واکسن تهیه میکنن. عوارض جانبیش بی اندازه کمه و درصده، چون مهم نیست که شما واکسن تهیه بکنید، چند تا موضوع رو باید در نظر بگیرید. یکی اینکه آیا واقعا عوارض جانبیش انقدر زیاد نباشه که بخواد مریض و انسان بیشتر مریض کنه از خود ویروس، یا اینکه بتونی به تمامی سن و سالها آدم اینو به کار ببره. خانم، این خانم دکتر اومدن گفتن که ما فاز دو هفته پیش بود تقریبا فکر کنم، فاز آزمایش روی حیوانات رو تمام کردیم و به زودی فاز آزمایش روی انسان‌ها رو شروع می‌کنیم. و من اینم خاطر نشان بکنم، خودشون میگفتن، اینم خاطر نشان بکنم که در فاز اول ما 56 نفر شرکت میکنن و در فاز دوم 100 نفر شرکت میکنن. ولی بذارید اینم بهتون تاکید بکنم، ببینید من دارم نسل سری صحبت‌های خود همین خانم دکتر رو چیز میکنم، که گفتش که ببینید ما بیمارستان مخصوص و بخش مخصوصی تشکیل دادیم به خاطر اینکه اگر اینا اتفاقایی براشون بیفته بخش آی سی یو تشکیل دادیم. یعنی خود اینا میدونن که عوارض جانبی این اینقدر زیاد باید بوده باشه که از الان بخش‌های آی سی یو خالی کردن، برای اینا نگهداری کردن. بعد شما در نظر بگیرید وقتی که آدم به شرکت‌های واکسن سازی مثل مثلا بیونتک و فایزا یا مثلا به مدرنا مراجعه میکنه که اینا یک چیزی بوده 40,000 مرتبه روی انسان‌ها چیز کردن، نشون دهنده اینه که واقعا اصلا از نظر کیفیت و چیز نمیتونیم روی این حساب کنیم. من فقط یه نمونه دیگه عرض میکنم و اون اینکه یه وزیر بهداشت درمان ایران یه معاون داشت که استعفا داده، حالا یا بیرونش کردن یا هرچی بوده، اونم یک هفته پیش بود که تو روزنامه های خود چیز نوشته بود این واکسن ایرانی که دارن اینقدر براش سر و صدا میکنن، نه از نظر علمی و نه از نظر هر چیز دیگه که شما بخواد، کوچکترین ارزشی نداره. من امیدوارم با این توضیح مختصری که دادم بتونم تونسته باشم جواب سوالتون رو داده باشم. بله خیلی ممنون. سال بعدی ما این بود که واکنش های درون رژیم و رسانه های حکومتی در رابطه با تولید واکسن داخلی و بهانه های دولت برای نخریدن واکسن کرونا از کشورهای دیگه چیه؟ اگه بشه یه توضیح هم سر این به ما بدید. ببینید از کارگزارهای رژیم توی همین روزنامه های حکومتیشون هم که آدم نگاه میکنه خیلی صحبت های خیلی ضد هم، ضد و نقیض از این چیزها صحبت میکنن. من بازم اجازه بدید یه نمونه بیارم. هفته پیش بود یا 10 روز پیش بود که خود روحانی توی یکی از این جلسه هاش برگشت گفتش که این واکسنی که در خارج درست شده هی به ما فشار میارید واکسن بخرید یا فلان، این حرفا اصلا معلوم نیست عوارض جانبیش چیه، اصلا معلوم نیست به کسی تا حالا تزریق شده، اصلا نمیدونیم چه بیماری هایی با خودش خواهد آورد، اینا که البته از این به نظر من لومپن بازی آخوندی بگذریم که اصلا چیز علمی نداره.
یه مسئله دیگه هم هست که بعضی از اینایی که مثلا به یک گروه یا دسته دیگه معتقدن، میگن که آقا جان ما تحریم داریم، ما نمیتونیم ارز وارد کنیم، بعد موانع انتقال ارز داریم، و یا اینکه اصلا اون یخچال هایی که باید اینا رو درش نگهداری کرد منهای 70 درجه است فلان و این حرفا. خب اولا یه چیز هست، من باید اسمش رو نگاه کنم، نوشتم، یک آقای هست، نمیدونم دکتر هست یا نه، آقای ناصر ریاحی، این رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایرانه. یعنی اسمش با خودشه، یعنی هر دارو و هر واکسن یا هر چیزی که وارد میشه چیز میکنه. در مقابل اونایی که بهانه می آوردن، حالا بهانه هاشون رو براتون دوباره عرض میکنم، میگه آقا جان، نست سریع جمله خودشه، میگه هیچ مشکلی برای وارد کردن دارو و به خصوص این واکسن نداری. یعنی هر چی که دیگران میگن چیزه. حتی شرکت فایزا اومد موضع گیری کرد در این مورد، گفتش که درسته که اینا رو در منهای 70 باید نگهداری کنید، ولی اینا رو میتونید شما در یخ خشک و چیز نگهداری کنید، ولی هر 5 روز یه مرتبه باید اون یخ خشک رو عوض کنید. که این آقای مثلا ریاحی در بعضی صحبتاش میگه این برای ما امکان پذیر است که ما این کارا رو بکنیم. ماله. و حتی شرکت فایزا در آخر اون آرتیکلی که آورده بود نوشته بود که شما میتونید حتی قبل از اینکه بخواید اینو تزریق بکنید در 10 روز در یخچال های معمولی نگهداری بکنید و به مردم تزریق بکنید. ببینید اینا تمام بهانه و بهانه است، یعنی هیچ چیز پایه و بنیاد علمی داره. به نظر من بیشتر پای بنیاد اقتصادی داره. اینا از اون کارتل ها و بنیاد هایی که توی ایران دارن فقط کافی بود که 1 میلیونیوم اونو می آوردن بیرون، مثل کشورهای دیگه که از 6 ماه پیش توی صف خرید واکسن وایسادن، می خریدن. بله. دارن، ولی نمیخوان این کارو برای مردم بکنن. بله. حالا واکنش های مردم و افکار عمومی نسبت به نخریدن واکسن کرونا توسط رژیم چی بوده و توصیه‌تون به مردم در این رابطه چیه؟ ببینید یه روزنامه هست به نام روزنامه همدلی که اونم فکر کنم دیروز یا پریروز توی چیز خودش نوشته بود تمامی کشورها از 6 ماه پیش توی صف هستن. مثلا اتحادیه اروپا 80 میلیون دوز سفارش داده، که البته این غلطه، 200 میلیون دوز اتحادیه اروپا سفارش داده، بعد به هر کشور دیگه ای هم گفتش که هر چقدر دلتون بخواد شما میتونید، ولی من اینو میدم که بین تمامی کشورها تقسیم کنید، چون کشورهایی که ندارن مثلا رومانی یا جمهوری چک و اینا به نسبت به جمعیتاشون من سعی میکنم اتحادیه اروپا بین اینا تقسیم بکنیم، ولی کشورهای دیگه میتونن خودشون هم با سفارش بدن. مثلا آلمان 100 میلیون دوز دیگه سفارش داد. حالا به چه علت؟ به علت اینکه این واکسن در عرض 3 تا 4 هفته باید دوباره تکرار بشه، یعنی یه دوز کافی نیست. اگر اینطوری بود ممکن بود مثلا برای یه کشور 80 میلیون نفری 80 میلیون یا 60 میلیون یا 70 میلیون کافی باشه، ولی شما نیاز به دو برابر این دارید. به همین خاطر اینا الان صحبتی که هست که ما توی ایران داریم با این رقم وحشتناکی که در اثر کرونا در ایران ما قربانی گرفته از ما، و با تمامی این چیزایی که داریم میبینیم که حتی کادر درمانی هم دیگه توان، حالا بگذاریم از این که مثلا چند ماه حقوقش رو نگرفته یا همین خودشون دارن تو روزنامه هاشون مینویسن که همشون دارن مهاجرت میکنن میرن یا اصلا مریض شدن از کار افتادن، تمام ما این چیزها رو که در نظر میگیریم، ببینید باز میایم روی همون چیزی قرار میگیریم که خودش قوت یا قدرت نیرویی خود مردم ایرانه. مثلا من یه مثال بزنم، شب یلدا ساعت 9 شب توی توییترها رو اگر نگاه میکردید اصلا شروع شد یه طوفان توییتری راه افتاد به نامی که واکسن بخرید، یعنی مردم سر و صداشون در اومده، میگه آقا جان با این همه پولی که در اختیار مردم نمیذارید، حداقل همشون رو دزدیدید، حداقل واکسن رو بخرید در اختیار مردم بذارید. و همه جای دنیا هم دارن اعلام میکنن، یعنی هر کسی بخواد بخره، کوچکترین تحریم و کوچکترین مانعی سر راهش نیست، همه میتونن اینو بخرن و ما از نظر مادی هم اون چیزو داریم، ولی متاسفانه دست آدمهای دزد و کروپت و از این صحبت هاست. به نظر من این مثالی که ما مثلا در شب یلدا داشتیم از طریق مردم باید دنباله دار، یعنی مردم باید خودشون دنبال خواسته خودشون باشن، وگرنه اینا از این رژیم در عرض 40 سال اگر شما یک نمونه فقط نام ببرید که اینا در جهت مردم حرکت کردن نبوده، در این جهت هم نخواهد بود. بله. در این جهت هم نخواهد بود، و
بعد صحبتم سر اینه که آقا جان اگر حالا میگیریم واکسن شما درست شد، میگی تابستان شروع شد درست میشه، خب آقا جان اولین نفر خودتون بزنید، روحانی، خامنه ای، اینا چرا خودتون نمیزنید؟ چرا خودتون آمادگی پیدا نمیکنید؟ چرا خودتون آمادگی اعلام نمیکنید؟ به همین خاطر فکر میکنم مردم باید خودشون مسئلهشون رو حل کنن، مردم باید بریزن بیرون بگن آقا جان حق ماست، به ما رسیدگی بکنید. امیدوارم جواب سوالتون رو تونسته بودم داده بله، باشم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما دکتر سعید فردوسی که در این گفتگو همراه ما بودید.